آنچه که در به سوی آسمان گذشت. صبونه خوردی؟ نه. یه دقیقه صبر کن. دوک. میگن سیب برای سلامتی خوبه. اگه میگی همش توهمه، چجوری اینو توجیه میکنی؟ یا اون قرارداد عجیب غریب؟ میبینی؟ کیا؟ اون داره بچه ها رو میدازده. من؟ آنم. ما یه طعمه میزنیم. فکر کنم همونجا باشه. گفته بودم یه بار دیگه موی دماغم بشین بهتون رحم نمی کنم. بیاریدش فینگلیای من. بسیار نقشه چطور پیش میره؟ خیلی خوب، نسل بیشتر بچه ها رو اینجا آوردن. آماده تا دستورات من یعنی دستورات شما رو اجرا کنه. ساخت دستگاه رو شروع کردیم. سعی میکنم بقیه بچه های شهر رو به اینجا بیارم تا زودتر کارها تموم بشه. من به زودی خودم به وس دهیو میام. بهتره که ارتشم تا اون زمان حاضر باشه. اما الان یه ماموریت خیلی مهم داری. برو و مطمئن شو که جایی که من قراره از اونجا وارد وس دهیو بشم آماده است یا نه. بله هربر. پس چرا هنوز اینجایی؟ خب یه مشکلی هست. دو نفر رو گرفتم که یکیشون میتونه منو ببینه. فکر کنم از محافظای وس دهیو باشن. محافظای وس دهیو؟ ها؟ کم کم دارم بهت امیدوار میشم. اگه واقعا محافظ باشن کلی تو نقشه جلو افتادی. حالا برو. بله چش. ببل چش مراقب این دوتا باش تا من برگردم. همش تقصیر من ادادیس. ببخشی که درگیرت کردم. من خیلی احمق بودم که فکر میکردم میتونیم قهرمان باشیم. تو راست میگفتی. وقتی بزرگ میشیم دنیا تغییر میکنه. بهتر بود که آرزوهامونو همونجا تو بچگیمون جا میذاشتیم. آره راست میگی. خیلی احمقی. ما الان اینجاییم. وسط یه جایی که نمیدونم کجاست. ولی خیلی دور از آرزوهای بچگیمون نیست. اگه مغزتو به جای دهنت به کار بندازی شاید بتونیم از اینجا بریم بیرون. چه فایده ای داره؟ اگه از این قفس بریم بیرون حتی نمیتونیم یه خراش روی اون گول بندازیم. ما خیلی ضعیفیم بابا. نیازی نیست که آدم بدن رو شکست بدیم تا قهرمان باشیم. بیا فعلا از اون قهرمانایی باشیم که بچه‌ها رو نجات میدن و میزنن به چاک. تو دوست واقعی هستی داتیس. وای ممنونم. اما ای کاش حداقل فلافلمونو خورده بودیم. دارم از گشنگی میمیرم. بیا اینا بخور. اعصاب اینجاست. حالا فقط کافیه این موزیک رو قطع کنیم. منتظر چی هستید؟ بگیریدشون.
چرا شماها رو اون بالا جدا کرده بود؟ آهنگ اون روماهایی که مادر یا پدرمون شبا برامون لالایی میگن یا قصه میخونن کار نمیکنه. اون ما رو به زور آورده اینجا. دلم برای باباییم تنگ شده. نگران نباش کوچولو، خیلی زود برمیگردی پیش بابات. داتیس، ببین میتونی قطار رو را بندازی؟ ایستگاه بعد بندر یاقوت. آقا بندر یاقوت جا نمونی، همه سوار شن. خسرو پرهام پیدا شده. داری گریه میکنی؟ نه خیرم، اصلا اینطور نیست. این دوتا جوون بچه های ما رو به همون برگردوندن. اونا قهرمانن. به به، قهرمانای وس دهیو بعد از پیروزی میان تو مخفیگاهشون رو به افق خیره میشن. با این قطار میخوای چیکار کنی؟ یه سری قطعاتش خوراک باتیسه، میبرمش گاراژ. ولی این مهم نیست، تو بگو الان میخوای چیکار کنی. وقتی مردم تشویقم میکردن یه لحظه احساس کردم اونجا جای منی و برای اولین بار اونی بودم که واقعا باید باشم. انگار جای خودم رو تو دنیا پیدا کردم. فکر میکنی آل دوباره حمله بکنه؟ یا اون زنه اسمش چی بود؟ اصلا اون زنه کی بود؟ راستش یه معمای بزرگ دیگه قبل اونا هست، این که اون کسی که دیروز وقتی آل داشت تو رو خفه میکرد کی بود که لالایی خوند. اما قبل از این که به اینا فکر کنیم، احساس میکنم یه قرارداده که تو باید امضاش کنی. من فکر میکردم الان یه اتفاق خیلی خفن میفته. ای دادم وای، چطور میتونید اون تا آدمو به یه بچه بسپرید؟ اون یکی از بهترین سربازا بود. نگران نباشید، دوباره جمعش میکنم. ساکت، نمیخواد کاری بکنی. اونا همه اطلاعات تو رو دارن. من باید یک نفر دیگر رو پیدا بکنم. مطمئن باش وقتی برگردم حساب تو یکی رو میرسم. ولی ارباب، نه نه. اگه سخته این رسیدن، اگه راه پر سنگه، تو مسیر آرزوهات حتی پرس هر زشنگه. اگه سخته این رسیدن، اگه راه پر سنگه، تو مسیر آرزوهات حتی پرس هر